دکتر صاحبه عزیز، سلام مجدد دارم خدمت شما. به یک جلسه دیگه خوش آمدین. بس که امروز خود شما ادامه میدیم تومورهای خبیس جلدیه، جلسه 29 مین جلسه که ما و شما از طریق آنلاین مدرسه پاتولوژی سمستر 8 عمر ادامه میدیم. تومورهای سلیمر، دو تومور بود، سیبرویک کراتوزیس و اکتینی کراتوزیس بشناخته. تومورهای خبیث را خود شما میخونه. پیش از اینکه بریم سر موضوع تومورها، خوبه که یک بار استالوژی جلد در مرور کنه. اگر یاد شما باشه یک گفتیم ایپیدرم درم و هایپودرم. ای اجرات که سرطان هایی که ما شما ذکر میکنه از طبق ایپیدرم منشأ میگیره. سه قسم تومورهای خبیث داریم: اسکواموس سل کارسینوما، ان اسکواموس سل کارسینوما از اجرات کراتوسیت ها یا از اجرات طبقات ایپیدرم منشأ میگیره. بازل سل کارسینوما از اجرات بازل ایپیدرم منشأ میگیره و ملانوما از ملانوسیت ها منشأ میگیره. یعنی اینجا خوب واضح دیده میشه. سعی کنید دکتر صاحب، سه نوع اجرا داریم ما. بازل سل داریم، یعنی طبقه بازل اینجا مشخصه، نه؟ اگر سرطان از این منشأ بگیره میگیم بازل سل کارسینوما، اگر از این طبقات منشأ بگیره میگیم اسکواموس سل کارسینوما، اگر از این ملانوسیت منشأ بگیره، از این اجره ملانی ای تولید کنه، این مسئول تولید رنگ، یعنی می اجره ملانوسیت، یعنی ملانوسیت چی میگیم؟ ملانوما میگیم. پس سن اجرات که در اپیدرم داریم سه قسم تومورهای خبیثر به وجود میارن. انسه کنیم این قسمت اینجا ملانوسیت، اسکواموس سل و بازل سل. بازل سل ها بازل سل کارسینوما، اسکواموس سل ها اسکواموس سل کارسینوما و ملانوسیت ها ملانومار چکار میکنن؟ به وجود میارن. ای اپیدرم، درم و سبکوتانیوس یا هایپودرم. اولین سرطانی که خود شما میخونیم اسکواموس سل کارسینوما، یعنی اینه اسکواموس سل کارسینوما، از این طبقات منشأ میگیره اسکواموس سل کارسینوما. میبینیم شکلی و اومن قسمت هایی که آفتابه معروض به آفتاب ایجاد میشه. تمام سرطان های جلدی دکتر صاحب باید شما باشه که شوهای آفتاب رول اساسی داره و کسانی که بیشتر معروض به آفتابن اینا به نظر از اینا زیادتر دیده میشه. به اون خاطر که جلدای سفید که معروض به شوهای آفتابن با چشمای آبی اینا بیشتر سرطان های جلدی نظر اینا دیده میشه. جلدای تیره کمتر دیده میشه به خاطر اون بحث جنتیکی و به خاطر روشن بودن جلده که معروض میشن به شوهای آفتاب و میتونه تحول سرطان های جلدی نزد اینا ایجاد بشه. میبینیم مشخص شکل اسکواموس سل کارسینوما نمیتی یک شکل زخم مانندی داره. اسکواموس سل کارسینوما معمول ترین تومور اشخاص پیره. تمام آفات جلدی که مرتبط با سرطان در سنهای بالا ایجاد میشه. ما و شما سرطان های سنی مرم بخوندیم که در اشخاصی که سن متوسط و پیر دارم دیده میشه. اینا هم چنان مردان بیشتر از زنان دوچار میکنه، به استثنای سرطان های پایینتر از زانو که در نزد زنها زیاده، خصوصا کشور غربی چون دامن های کوتاه میپوشن به او خاطر پای نامعروض به آفتاب میشه و سرطان هایی که در این نیه ایجاد میشه در زنها زیادتره. ولی در کل مردا بیشتر از خانم ها سرطان های جلدی در نزد اینا ایجاد میشه به وجود میایه. شوهای آفتاب دلیل اصلی و بر علاوه شوهای آفتاب بعضی مواد دیگه هم سرطان زای هم مثل قیر و مواد روغنی. کسانی که با قیر و مواد روغنی سر کار دارن، قرائات مزمن استومیالیت، قسمتی از استخوان چرکی شده و این چرک از قسمتی از سطح جلد ای خارج میشه و همون جلد که دوامدار به می چرک معروض شده یا همون چرک از همون جلد فوران میکنه، همون جلد میتونه به سرطان تحول کنه، چون خود
چرک که دوامدار میای از یک قرحه یا از یک زخم استیمیالیت جلد تخریش میکنه و معروض به سرطان میشه. ندبه های سوختگی، کسانی که بسوختند و خود اسکارهای سوختگی ایجاد شده، مو اسکارهای سوختگی هم معروض میشن به چی؟ زودتر و بیشتر مستعدم به سرطان های جلدی. مواد ارسنیکدار، کسانی که از مواد ارسنیکدار استفاده میکنن، تشعشعات رادیواکتیو، تنباکو و پان، کسانی که تنباکوی میندازم مثل نسوار یا پان استفاده میکنن. پان یک ماده که بیشتر در جنوب اسیا، در هند و پاکستان و بنگلادش استفاده میشه. اینا وقتی که استفاده میکنن، اینا معروض بیشتر معروض به سرطان های اسکواموس سل کارسینوما جلد و قشای مخاطی دهنه. یعنی بیشتر ما و شما سرطان ها، دکتر صاحبایی که دندان خوندن و متخصص امراض جوف دهنه، میگن به پاکستان و هند زیاد سرطان های چیز جلدی. چرا؟ چون او مردم از پان و تنباکو استفاده میکنن و پان و تنباکو از جمله عوامل سرطان زا حساب میشه. پس بفهمیدیم که اینا اسباب سرطان های چی؟ اسکواموس سل کارسینوما، شعاع آفتاب، قیر و مواد روغنی، قرائات مزمن استیمیالیت، ندبه های سوختگی، مواد ارسنیکدار، تشعشع و تنباکو و پان. ما و شما دونه و سرطان داریم، سکر کنم دکتر صاحبا دونه و سرطان اسکواموس سل کارسینوما داریم. اگر این اسکواموس سل کارسینوما معدود به ایپیدرم بود، دکتر صاحبا معدود به ایپیدرم و درم نفوذ نکرده بود، میگیم کارسینوما انسایتو. کارسینوما انسایتو ما شما بخوندیم به بخش امراض جلدی تناسلی مردانه اگه شما باشه، مثل بووینویت دیزیز، بووین دیزیز و ایرتروپلاستیک آف کویرات و اینا رو بخوندیم که امراضی هن که محدود ارگاه اسکواموس سل کارسینوما محدود به ایپیدرم بود، محدود به می طبقه بود. ایر کارسینوما انسایتو میگیم، یعنی کارسینوما انسایتو محدود به ایپیدرم باشه، به درم نفوذ نکرده باشه. اگر به درم نفوذ کرد و تومور آماد طبقه درم گرفت، میگیم کارسینومای مهاجم، صحیح شد، ملگنان تومور. در او مرحله میگیم کارسینوما انسایتو. علت چیه؟ علتی که آف شوهای آفتاب سبب سرطان میشه، ماورای بنفش، که نور ماورای بنفش که در ترکیب آفتابه سبب تغییر دین ای میشه. دین ای و جرات تغییر میده. وقتی که دین ای تغییر داد، رشد اصلی یا مسیر اصلی رشد به هم میخوره و حجرات به سمت رشدهای غیر طبیعی داخل میشن و میرن به سمت سرطانی شدن. مریضایی که پیوند اعضا میشن و چی استفاده میکنن؟ دواهای کاهش دهنده معافیت. اینا دکتر صاحبا میتونم معروض باشن به چی؟ به سرطانهای جلدی. یا مریضایی که مصاب به مریضی ارسی هم، یک مریضی جلدی دکتر صاحبا به نام زیرودرما پیگمنتوزم، مریضیه که در تشوشات اختلالات ارسی ایجاد میشه. همین زمانی که این مریضی هم مریضایی که همین مریضی دارن، زیرودرما پیگمنتوزم دارن، اینا هم میتونم سرطان جلد بیشتر از حالت نرمال به در نزد خو انکشاف بدن. پس سه دلیل: کسانی که زیاد به شعاع آفتاب معروضن، کسانی که پیوند اعضا میشن و اختلالات جلدی مثل زیرودرما پیگمنتوزوم دارم، اینا مستعد به سرطان های اسکواموس سل کارسینوما هستند. پیشتر گفتم کارسینوما انسایتو معدود به چیه؟ معدود به خود ایپیدرمه و پلاک های سرخ و تفلوسی داره، فقط تغییر رنگ در جلد ایجاد میکنه و قسم کم کم پسته میده مونه، ولی مهاجم از طبقه قاعدوی عبور میکنه و شکل نودولر ایجاد بخو میگیره. یعنی شکل نودولر میبینیم، شکل زخم ماننده بخو میگیره. این دیگه مهاجم شده، این از طبقه پدرم تیر شده، بگذشته، عبور کرده، از طبقه بازل عبور کرده. این میگیم چی؟ شکل مهاجم اسکواموس سل کارسینوما. خب شکل نودولر، شکل زخم داره. عموما همین سرطان ها توسط اگرچه پوشیده میشه، یک
کراست کروست یا ارچیق دارن، یا کلر که ما میگیم، نه ارچیق یا کلر یا کروست. وقتی که او رو برمیداریم یک بوی بعد به مشام میرسه، چون نسج نکروزیک این ایدی میشه، نسج که یا حجرات که بمردن اینجی بد بوی میکنن. اگر این قبل میبینیم کلن ارچیق وردشته یک حالت زخم ایجاد شده و این زخم بد بویه. و زمانی که دکتر صاحبا به این مرحله، مرحله که مریض با اسکوام مسل کارسینوما پیش ما میاد در مراحل اولیه، بازم 5% احتمال داره که این میتاستاز داده باشه. یعنی در عین تشخیص 5% میتاستاز میده. یعنی چی؟ یعنی که فرض کنیم اگر یک مریض تحصیل کرده پیش ما میاد با کوچکترین تغییری که در جلد خود میبینه از ایجاد یک زخم به دکتر مراجعه میکنه، بازم 5% احتمال داره که بوقادات لنفاوی همی سرطان میتاستاز داده باشه یا انتشار کرده باشه. به او خاطر یک توموریه که زود میتاستاز میده و تومورهای جلدی مخاطر میتاستاز سری که دارن خیلی با ارزشن که زود تشخیص بشن. پس این شکلی از چیز اسکواموسل کارسینومای بشکر. بله میبینیم قسمت کراتوز از اینجا ایجاد شده به نام یا قسمت گودال کراتوزیک میگن، کراتونس پیر، یا مو یک چرخه اینجا ایجاد میشه. شکل من یک شکل دایره هایی که در داخل هم تنیده شده که نسج کراتینه و این حجرات هم هسته ها از اینا چکار شده؟ تغییر شکل کرده و رشد اینا خراب شده. اینا دیگه زیر میکروسکوپ مشخص دیده میشه. ببینید اتیپیکال مایتوز، مایتوز های غیر طبیعی دارن. یعنی در کل در خود سرطان های اسکواموسل کارسینوما ما اتیپی ها داریم یا رشد غیر نرمال حجرات داریم که به سمت توموری انکشاف میکنه. تومور دیگه که داریم دکتر صاحب بازل سل کارسینوما، بازل سل کارسینوما انینج کارسینوما است. گفتم از طبقه بازل منشأ میگیره، از این طبقه، از این طبقه. این رشد خیلی بتی داره، بازل سل کارسینوما خیلی رشد بتی داره، خیلی آهسته رشد میکنه. سالها مریض میگه می زخم دکتر صاحب دارم 20 سال 15 سال میشه، خیلی آهسته رشد میکنه، رشد فوق العاده بتی داره. و اون خاطر هم دکتر مراجعه نمیکنه، میگی 5 سال 10 سال خود من مشکل ایجاد نشده، اگه یک چیز زایی مشکل دار و خرابی نیه دیگه، اگه می بود تا حال من مثلا به من مشکل خراب میکرد، بیشتر نمیام به دکترها. بعض از سرکارسینما ندرت هم میتایستاز میده، خب رشد بیتی داره، خب واضحه دیگه، انظار هم بهتره، ندرت هم میتایستاز میده و بیشتر در رس اون جایی که هفته زیادتره به اونجی دیده میشه، یا جایی که معروض به آفتابه زیادتر دیده میشه در رأس اون، نه جایی که زیاد ما شما آفتاب میگیره. دلیل از چیه دکتر صاحب؟ آفتاب. هر جا که شما تومور جلد دیدیم آفتاب یا شعای اشعه آفتاب در نظر داشته باشیم، جلدای روشن مثل جلدای اروپایی، تشوشات معافیتی بیشتر که گفتیم، مریضایی که دوای آنتی ایمونوسپرسیف میگیرند یا پیوند اعضا شدن، نه تشوشات معافیتی دارن، تغییرات دی ان ا و اینا میتونه سبب تغییرات دی ان ا بشه و میوتیشن در ژن P53. بیشتر شما بگفتم P53 ژنیه که نمیگذاره تومور رشد کنه و همچنین نقایص در PTCH یا پروتین پچت اومولوگ 1. این دوتا توم اینا همی PTCH یا پروتین پچ اومولوگ 1 و P53 اینا ژن های دکتر صاحبا که نمیگذاره تومور ایجاد شه. وقتی که اینا میوتیشن میکنه یا تغییر شکل میده، تومور به سادگی میتونه انکشاف کنه. فعلا کتاب های جدید به این نظرم که بحث ارثیت یا تشوشات ارثی مردوده، یعنی کدام رول نداره، ولی چون به کتاب شما ذکر شده اینا رو خوبه که بفهمه. فعلا گفته شده که بحث ارثیت کدام رول در بازل سل کارسینوما نداره. آنی بازل سل کارسینوما میبینید خیلی رشد بتی، اصلا کلا ظاهری با اسکواموس سل کارسینوما فرق میکنه. یک زایه برجسته جلدی، یک نودول برجسته جلدیه یا پاپول برجسته جلدیه، فرق نمیکنه که میبینیم کمک رنگ تغییر کرده از جلد و
تلانجیوکتازیس هم داره، یعنی سطح و قسمت پینی و اویه دیده میشه، یعنی در سطح و این رگای خونی دیده میشه و در تحت ازی در طبقه درم هم شما نسج یا به وجود آمدن شریان های جدید داره. ما دو قسم داریم دکتر صاحب، این بازل سل کارسینوما، یکی مولتی فوکال که از اپیدرم چیکار میکنه؟ پایین تر نمیره، این یک قسم سکنه، یک فوکال، ای دو فوکال، ای سه فوکال، اینا بازل سل کارسینوما اینه فوکال، سه فوکال داره که پایین تر از چی؟ پایین تر از اپیدرم نمیره، پایین نمیره، اینا رو به نام مولتی فوکال میگیم. یا ای که نه به طبقه درم انکشاف میکنه، رشد میکنه، این اینجی سکنه دکتر صاحبا، یا ای که همین بازل سل به طبقه درم میره، این اینجی به طبقه درم رشد میکنه، نه محدود به اپیدرمه. اگر محدود به اپیدرم باشه میگیم مولتی فوکال، چندین فوکال یا محراق میتونه داشته باشه، و اگر به سمت پایین نفوذ بکنه اینجا میتاستاز سریعتر، هرچی رو پایین بره میتونه بیتر راحتتر میتاستاز بده. خب چی داریم ما در این؟ چی اجرات داریم؟ اجرات بازوفیلی کسته های تیره دارن و توسط فیبروبلاست ها و لنفوسیت ها احاطه شدن. همه اجرات سرطانی در زیر میکروسکوپ بازوفیلیک هم، یعنی بازو یا که داریم اسید دوستن یا که بازوفیلیکن یا از مواد قلوی بیتر جذب میکنن. هسته های هم تیره که توسط اجرات فیبروبلاست و لنفوسیت احاطه شده، شکل پوپول و ندول داره، یعنی مشخصه، و تلنجیکتازیز هم دیده میشه. تلنجیکتازیز یعنی چی؟ اویی که در تحت ازی در قسمت درم وجود داره توسع میکنه، سکنه اینجی اینا متوسع میشه، این شریان ها متوسع میشه یا شریان های جدیدی ایجاد میشه، بیر به نام تلنجیکتازیز میگن. و همچنین میتونه سباق میلانین یا رنگ میلانین را هم این چکار بکنه؟ تولید بکنه، به او خاطر رنگ میتونه کمک تیره تر باشه. پس بفهمیدین که بازل سل کارسینوما رشد خیلی به تی داره در نزد اروپایی یا کسانی که جلدای روشنی دارن دیده میشه و یک ندول و یا پاپول به شکل ندول و پاپول دیده میشه و میتونه دو قسم باشه. قسم اولی که به شکل مولتی فوکاله که اپیدرم چم میگیره و نوع دیگر به طرف عمق، یعنی به سمت درم پیشرفت میکنه. در همه زمانی که در این عمق پیشرفت میکنه، اگر نمونه بگیریم حجراتی رو میبینیم که بازوفیلیک هم و هسته های تیره دارن و توسط لنفوسیت ها و بازوفیل ها همین نوعیه چکار شده؟ احاطه شده. مثلا فرض کنید این قسمت نه به طبقه درم رشد کرده و این توسط چی؟ حجرات بازوفیل و همچنین حجرات فیبروبلاست و لنفوسیت احاطه شده. پس دو مسیر رشد داریم، یکی در مسیر اپیدرم، یکی مسیر درم. پس در کل شما اسکوام و سل کارسینوما و بازل سل کارسینوما رو بفهمیدیم. اگر به شکل خلاصه بیایم تفاوت از این دوتار بگیم، بازل سل کارسینوما رشد خیلی بتی داره، میتاستاز نادره، ولی اسکوام و سل کارسینوما رشدی و خیلی طول سریه و میتاستاز هم میده. اما شکلی که محدود به اپیدرم در بازل سل کارسینوما رو به نام مولتی فوکال یاد میکنیم، در اسکوام و سل کارسینوما به نام انسایتو یاد میکنیم. انسایتو یاد میکنیم. بازل سل کارسینوما میتونه به عمق نفوذ کنه، مثل که اسکوام و سل کارسینوما میتونست به عمق نفوذ کنه و مهاجم شه، این هم میتونه به عمق نفوذ کنه و جزایر بسازه که اجرات بازوفیلیکن و همچنین خود هسته های تیره دارن و لنفوسیت ها فیبروبلاست ها اونا رو احاطه کرده. در کل هر دو سرطان در نزد اشخاصی که جلد سفید دارن و چشمای بی دارن و معروض به شعاع آفتاب میشن دیده میشه و مردا بیشتر از زنا معروضن به این سرطان ها. چرا؟ چون مردا بیشتر به بیرون از خونه هن و معروض به آفتابن و شاید هم میتونه مسائل ژنتیکی باشه که در نزد خانم ها کمتر دیده میشه.
تشکر از شما، به خیر و عافیت باشیم. انشالله بحث آخر به جلسه بعد پیگیری میکنیم، ملانوسیت ها رو میخونیم و ختم میشه فصل کتاب شما. خدا حافظ و نگهدار.